درود بر شما عزیزان به برنامه ندای درون خوش آمدید. من دکتر فوجان زینی روانشناس هستم و همونطور که میدونید این برنامه برنامه است که راجع به مسائل روانشناسی و اجتماعی صحبت میشه. فقط جمعه ها این موارد رو با هنرمندان انجام میدیم که نه تنها هنر اونها رو شما میشناسین و دوستشون دارین، بلکه قسمت هایی از وجود اونها رو هم با هم صحبت بکنیم که شاید قبلا نمیدونستید اونها رو هم بدونید. امروز انقدر خوشحالم، انقدر ذوق زدم، برای اینکه شاید هفته ها و بعضی موقع میتونم بگم ماه ها سعی کردم که این مهمان عزیز رو دعوت بکنم و انقدر سرشون شلوغه و برنامه های مختلفی دارن که هر دفعه نشده و خیلی ذوق زدم که ایشون دارم، چون از بچگیشون رو دوست دارم، صداشون رو دوست دارم، وجودشون رو دوست دارم. جناب آقای حسن خیاطباشی، خواهش میکنم. سلام و درود بر بینندگان عزیز برنامه ندای درون. به هر حال معمولا دکترها بعضی وقتا بیمارای خودشون مراجعه نمی‌کنن، ما به قول معروفی که آشنا هستیم خدعه میشه آوردشون. حالا شما هم ما رو با خدعه آوردین که ما رو از نظر روانی یه بررسی بکنید. سپاسگزارتون هم، باز همینشن خوبه میشه. نه خیلی سالم هستی، نه خیالتون راحت باشه از این مسئله، من جلوی دوربین توضیح میدم. خیلی خوشحالم از اینه که اینجا هستین و واقعا این رو بهتون میگم که من یعنی از ایران، من 12 سال هم بودم اینجا که از ایران نه تنها خب برنامه های شما رو دوست داشتم، بلکه صدای شما رو خیلی دوست داشتم، هم صدای گفتاریتون و هم صدایی که وقتی که موزیک و ترانه میخونده. بعد که دیگه فرصت این شدش که اینجا تشریف آوردین امریکا و ملاقاتتون بکنم و دیگه از نزدیک بشناسمتون که دیگه بیشتر ذوق کردم. و چون خب شخصیت شما رو میشناسم و دوستون دارم، گفتم که شاید که خوب باشه که تو این برنامه نه تنها از کارهای مخصوصا امروزه و برای آینده گفتاری داشته باشیم، بلکه یه مقدارم از وجود خودتون اکثر اشخاص بتونن بشنن، چون برنامه رادیویی دارین، برنامه تلویزیونی دارین، برنامه تئاتر رو دارین، برنامه هایی که گویا کتاب های گویا سورتون در سورن در برای که میدونین، یعنی شاید تنها دلیلی که من اصلا تونستم که اون کتاب رو داشته باشم و ذوق داشتم به اینی که بتونم اونو بخونم، مثلا نمیرفتم چون انقدر سنگین بود اون کتاب برای من که نمیتونستم بخونمش، انگار ذوق من این بودش که صدای شما رو بشنوم و تغییر صدا در شخصیت‌های مختلف که دوست دارم راجع به همه اینها با هم دیگه صحبت بکنم. تمنا میکنم. پس کجا شروع کنیم؟ همه رو من ریختم از خدمتتونم. بتازیم بریم جلو. یکی از میخواین از همین کتاب گویا شروع بکنیم؟ هر جوری که صلاحتون هست. بالاخره بفهم، من چوبو دادم دست شما با کتاب گویا. کتاب گویا خانم، به تعدادی از نویسندگان ما آثارشون خوب در ایران ما قابل عرضه نبوده یا قابل عرضه از نظر ارزش گذاری نمیگم، از نظر قوانین و مقررات حکومت ها میخوام بگم که نمیذاشتن چاپ بشه و امروزه شما شاهدید که شیخ صنعان سعیدی سیرجانی طبیعتا هم کار دستش داد، هم مشکلاتی داشت، هم امروز خیلی ها هستن خبر ندارن از این نوشته، از این کتاب، یا توپ مرواری صادق هدایت، یا به جای مقدمه که اون هم از سعیدی سیرجانی هست، یا همینطور صحرای محشر که تازه من دادم به بازار. اینا کتابایی است که دوستان دسترسی آنچنان که باید بهش نداشتن و ندارن و من هم تصمیم گرفتم این کتابا رو به صورت گویا در بیارم که امروزه در امریکا به خصوص یا هر کشوری در اروپا بالاخره ترافیک مقداری از وقت مردم رو میگیره، در اون لحظه ها، در مسافرت، در موقع استراحت، برای خوابیدن، به عنوان لالایی بتونن از اینا استفاده کنن، که خوشبختانه نتیجه مثبت داده این کتاب گویا و الان ما تعدادی در اقصی نقاط جهان علاقمندانی رو داریم که نابینا هستن
و همینطور آمادن و منتظرن که ما یک کتاب گویا درست کنیم براشون بفرستیم. خوشبختانه استقبال شده. و این یکی از تفاوت‌های کتاب گویام این هستش که ما وقتی خودمون یک کتابی رو میخونیم با صدای خودمون میخونیم و شخصیت‌ها رو اون مدلی که در ذهن ما اون شخصیت به وجود میاد میسازیم، ولی وقتی که کتاب گویا رو با شخصیت‌های مختلف مخصوصا داستان‌ها رو که به مدل‌های مختلف و شخصیت‌های مختلف هست مثل تئاتر میشه و در نتیجه تأثیری که روی اون شخص میذاره خیلی خیلی متفاوته تا اینی که خود شخص فقط کتاب رو بخونه. درسته. و این هم خیلی مهمه که از بُعد‌های مختلف برای اون شخص دریافت میشه و نه تنها از نظر دانشی که پیدا میکنه، تأثیری که پیدا میکنه، اون مدل گفتن و مدل نقشی که داره ارائه میشه با تغییر صدا تأثیر خود داستان رو اصلا کماکان متفاوت میکنه. بله، حضورتو عرض کنم که زمانی که من قرار شد این کار رو انجام بدم، خب طبیعتاً اکثرا کتاب رو خوندن. بله. صداشون خوب بودی، کتاب رو خوندن، ولی من سعی کردم یه تفاوتی داشته باشه، بنابراین به صورت نمایشی اجرا کردم که حالا بعضی از دوستان میگن یه نفر خودتی، بقیه کیان. و مخصوصا کتاب شیخ صنعان که خیلی مشکل تر بود، چون شما یه داستانی رو احتمالا با چند پرسوناج میتونید تیپای مختلف رو براش در نظر بگیرید، همینطور که ما با خانم فیروزه خطیبی این تئاتر حکومت زمان خان رو رو صحنه بردیم. در همون لحظه من داشتم شخصیت‌های مختلف رو اجرا میکردم، دیدم من آسون‌تر بود، یعنی میگفتم خب این حاکم صداش اینجوری باشه، اون یکی گزمس باید اونجوری باشه، ولی کتاب شیخ صنعان پرسوناژها مشخص بودن. سعید سیرجانی تمام داستان انقلاب رو از شروع به صورت این کتاب عرضه کرده بود، منتها زیر نام دراویش به جای آخوند و اینا درویش گذاشته و تمام کسانی که اونجا مثلا جیجکلیش ها رو شما میخونین با نطقهای آقای رفسنجانی وقتی اینا رو تطبیق میدیم این همونه. یا جلادعلیش ها میبینید که خلخالیه، یا فردوسعلیش ها که همون بهشتی میشه اینا، یا آقای منتظر، همه همونان. و برای اینی که شنونده گم نشه من مجبور بودم کاراکتر اونها رو بگیرم، یعنی صداها رو تقریبا سعی کردم شبیه خود اونها باشه که وقتی شنونده در خلوت خودش داره میشنوه بدون کی داره این حرکت این حرفو میزنه و ببینه که سیرجانی واقعا چه هنری به خرج داده، چه توانی داشته در نوشتنی. خیلی از جناب سیرجانی، شما هنر شما رو میخوام بگم که وقتی که من داشتم اینو گوش میدادم، ببینید من در موقع انقلاب نبودم ایران و بعد از اونم هیچ‌وقت ایران نبودم، در نتیجه خیلی از کاراکترهایی رو که برای کسانی که در ایران زندگی میکردن میبرد و به اونجا میرسون برای اونها یک تجربه ای داره، برای من و امثال من که نبودیم و اونها رو ممکنه به اسم در اخبار شنیدیم ولی نه کاراکترشون رو میشناسیم نه مسئله دیگه رو در کنار اونها میذاریم، ربط نمیدیم به خیلی از مسائل. با این حال خیلی جالب بود برای منی که داشتم گوش میدادم، مفهوم داستان با کاراکترهایی که داشت میومد مفهوم‌های اخلاقی دیگری رو داشت می‌گرفت، به خاطر اینکه اصلا ربط نمی‌دادن به سیاست روزی که وجود داشت. بله. در اینجا یک مفهوم اخلاقی دیگری رو کتاب داشت به من می‌داد بدون اینی که الزاماً ربط داشته باشه به اون مسئله، ولی لحظه به لحظه تغییر دادن کل این صدا، لهجه، کلمات یک هنر به خصوصی رو می‌بره که هر کسی واقعاً این هنر رو نداره. من نمیخوام تعریف بکنم ولی حرفتون تایید مرسی. کتاب های دیگه ای هم الان در دست هست که اشخاص بتونن دریافت بکنن. بله، به جای مقدمه هست که از همون کتاب ای کوته آستینان زنده‌یاد سعیدی سیرجانی، توپ مرواری صادق هدایتی که اونم برای خودش عالمی پیدا کرده و علاقمندان خیلی
محبت میکنن، تعریف میکنن. و کتاب صحرای محشر جمالزاده است که خب این واقعا به تو میگم در اون زمان جمالزاده صحنه پردازی کرده که آدم حیرت میکنه. یعنی روزی که سور اسرافیل رو میدمن و مرده ها باید از تو قبر بیان بیرون، برن پای میزان ترازوی به اصطلاح حساب و کتاب و گناهانشون رو سنگین سبک کنن با ثوابشون که ببینن راهی بهشت هستن یا راهی جهنم و اتفاقاتی که میفته، آدمای مختلفی که میان اونجا، که واقعا داستان بسیار محکمی است، داستان بسیار قوی است که حتی شده پایه نویسندگی برای دوره ما، برای عصر بعد از جمالزاده، نسل‌های بعدی که واقعیت شما تأثیرگذاری رو حس می‌کنید تو نوشته دیگران. و اونم خوشبختانه مورد توجه بوده و حالت نمایشی داره. الان دیگه مشتریای کتاب گویا دیگه به ما میگن آیا تازه چیزی داریم بدیم. من باور کنید همین دیروز از یک کشور دیگری غیر از امریکا 40 تا به من سفارش دادن که برای عیدی میخوان بدن به دوستانشون. یعنی اینجوری شد. بله، من خودم شیخ کنعان رو به چندین نفر پارسال بودش که عیدی دادم و اینو من واقعا ازتون درخواست میکنم این کتاب ها رو بگیرید، چون مثل اینها واقعا کمه. من ندیدم توی 2-3 تا از کتاب های گویای امریکایی و اونم تو خیلی خیلی کم، مثلا Angels and Devils بود، 2-3 تا از اون کتاب ها بودش که خیلی سیستماتیک این تغییر نقش ها انجام میشد. ولی با اینی که همون دقیقا و با این امسان، حالا مثلا زن میشد، فرانسوی میشد، انگلیسی میشد، چیز میشد، ولی با این حال، با اینکه من اولین بار اونها رو گوش دادم و I was mesmerized، خیلی جالب بود برام، وقتی که شما رو توی این فضا گوش دادم خیلی دیگه mesmerization هم خیلی دیگه بیشتر شد. ولی این کلن این حالت نقش عوض کردن رو خب شما در برنامه های تلویزیونی خودتون هم زیاد انجام دادید. تقریبا ببخشید. و یه دونش میدونم روی یوتیوب داریم اگر که میخواییم، اگر اجازه بدید که برنامه شبکه صفرتون هست ببینم چی هست که چی هست قدم با هم صحبت کنیم. اگر لطف کنین که این برنامه رو برای ما بذارین از شبکه صفر برای بینندگان عزیزمون. اجازه بدین که برنامه این ور و آن ور چوب رو شروع کنیم. مقدمتاً باید خدمتتون عرض کنم که منظور ما و دلیل ما به خاطر گذاشتن این اسم روی برنامه، یعنی این ور و آن ور چوب، چیزی نیست جز این که ما بحثی داریم در زمینه چوب، چوب‌های سازنده و پرتحرک و فعال. حالا با این امید که چوب لای چرخ ما نگذارند و برنامه های ما رو، یعنی این برنامه رو، در مشابهت با برنامه های دیگه قرار ندن، بحث امشب رو آغاز میکنیم. قطعاً دستگیرتون شد که منظور ما از چوب کدام چوب هاست. بله، چوب های پول ساز اتوبان. در بحث امشب ما دو نفر شرکت دارند. یک نفر موافق با دریافت یا پرداخت عوارض اتوبان و دیگری مخالف. من سخنم رو کوتاه می کنم، گرچه دوست ندارم، ولی سخنم رو کوتاه می کنم و بحث رو می سپرم به این دو شرکت کننده، شرکت کننده مخالف و موافق. خواهش میکنم. بنده عقیده دارم که اتاق اسناد باید جلوی این چوب ها رو بگیره، از کارشون جلوگیری کنه.
چون به طوری که شنیدم قصد دارن با مبلغ گرانترین چوب ها را پایین و بالا ببرن. صحیح یعنی چی نقی؟ بنده اعتقادم برعکس عقیده شماست. بفرمایی. بنده معتقدم که یک تومن آقا جان ارزش این رو نداره که این چوب ها به خاطر زحمت بکشن بالا برن و پایین بیان و عرق بریزن. بله این چوب سه متری خدا رو خوش نمیاد که بالا و پایین بره و یک تومن دستمزد بگیری. خود سرکار حاضرید با 170 سانت نفت این کار رو بکنید. چرا بیرفت بگی آقا؟ خود جناب علی بیرفت بگی آقا؟ تقاضا میکنم به هیجان نیست. خود سرکار بیرفت بگی آقا؟ من به خاطر ایشون هیچی بهتون نگم. تذکر میکنم روی ایشون آقا اجازه میدید من یه چیزی به ایشون بگم؟ خواهش میکنم برنامه رو در کمال ملایمت و آرامی دارم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. بنده به خاطر گل روی شما دهنم را بستم و چیزی به آقا نگفتم. تشکر. اولا این چوب ها به وسیله برق پایین و بالا میرود. منظور دوما یک تومن چه قابلی دارد؟ پس چی میگی جناب علی شلوغش میکنی؟ بنده شنیدم که در آینده قصد دارن 4 تومن یا اینکه 6 تومن بشود. بله بله این است که درد دارد. هیچ هم درد نداره. چقدر دارد؟ نداره قربونه دارد. خواهش میکنم یواش در آرام. آقا جان این باز کمال خوشبختی اگه تازه 6 تومنش بکنن. چی میگی شما؟ بح بح بابا بابا آقا پس شما میفرمایید که با ورودی 6 تومن اتوبان موافق هستید؟ بله قربون بنده موافقم. بنده موافقم چون بنده و بنده نوعی این اگر راهش از این مسیر باشه و بخواد بیاد و بره بل اجبار اگر 100 تومان هم ورودی تعیین بکنن این پرداختنیه میپردازه به خاطر اینکه راهش اینجاست. تازه شما باید برید دعا به جونشون بکنید که 100 تومن ورودی تعیین نکردن. چرا؟ اومدن 6 تومن تعیین کردن. چرا؟ قربونت برم گفتم که اگر این کارو میکردن ما مجبور میشدیم پرداخت بکنیم. بنابراین وقتی 6 تومن تعیین کردن و 100 تومن تعیین نکردن ورودیه رو 94 تومن به بنده و سرکار تخفیف دادن. چرا شما نمیخواید اینا رو ببینید؟ آخه آقا جان آخه نداره آخه زیادی هم حرف بزنی یه دونه از اون دستکا میارم تو سرت خورد میکنم. تقاضا میکنم قربون آروم‌تر و شما بنده را با چوب و فلک تهدید میفرمایید؟ تهدید چه میکنم؟ آقا عملم میکنم الان بنده حساب آقا خواهش میکنم برنامه رو به آرومی تقاضا آقا میکنم بابا بشین آقا خواهش میکنم آقا میکنم آقا خواهش میکنم بشین بفرمایید شما اجازه بدید اجازه بشینید اینجوری بفرمایید آقا اجازه بدید برنامه ما برنامه آقا باید با ملایمت و آرومی باشه بفرمایید بنده محترمانه سر زد خواهش میکنم تا شروع برنامه بعدی به برنامه ورزش از نگاه دو توجه بدید. خب توضیح بدین لطفا. من حضور تو عرض کنم که چه به جا این انتخاب کرده بودین برای اینکه الان دوست عزیزمون علیرضا مهودی هم اینجا هست در امریکا برنامه تلویزیونی داره. اون موقع یه برنامه داشت به نام این سوی آن سوی زمان و خب برنامه ما هم یه جوری بود کاریکاتور برنامه های تلویزیون رو میساختیم و این کاریکاتور این سوی آن سوی زمان بود که این برامور چوب اسمشو گذاشته بودیم و درست زمانی بود که اتوبان کرج این به اصطلاح ورودی رو میگرفتن بابتش تا اتومبیل ها رد بشه. اون موقع این قسمت ضروری بود مسئله روز بود و ما در موردش صحبت کردیم. برای مرسی که تکرار کردیم. مرسی از شما. یه چیزی که برای من وقت داشتم این نگاه میکردم ذهنم اومد قسمت روانشناس هم داره شروع بکنه کار کردن. جایگاهی که شما در ایران داشتید به عنوان هنرتون به عنوان برنامه تلویزیونی که داشتید نقشی که بازی میکردید یک نقشی رو به وجود آوردید که برند نیم شده بود مهندس بیری یعنی کسی نبودش که اون فضا رو نشناسه و ببینید مقدار شهرت آدم ها نسبت به جایی که هستن خودشو مشخص میکنه و یک شهرت خیلی خیلی بالایی داشتید و استفاده بسیار زیبا و به جای از اون شهرت داشت میشد و چیزی رو هنری رو که داشت ارائه میشد و یادگیری که داشت کلن با هنرتون داشتن به جامعه میدادی چه از نظر اجتماعی چه از نظر سیاسی چه از نظر دانشی که به هر صورت بود و انترتینمنت همه و همه رو در بر داشت. یه جایی شما تصمیم گرفتید که مهاجرت کنید و کلن این مهاجرت خب یک فضاهای بالا پایین خودشو داره. بعد در
اولا در یک مملکت اروپایی بعد دوباره مهاجرت، یعنی ما دو تا مهاجرت اینجا داشتیم و بعد وقتی که خب در فضای امریکا و دور از ایران با اینی که شما رو میشناسن، با اینی که خیلی دوباره برگشتید و در صدد بودید که هنر خودتون رو و هدیه‌ای که میتونستید به جامعه بدید رو به عناوین مختلف و با فضایی که وجود داشت رو بتونید به جامعه بدید، میدونم که به هر صورت بالا پایین ها خیلی خیلی زیاد بوده. یک چیزی هست در درون یک نفر که میتونه اون رو از این بالا پایین ها رد کنه، درسته؟ میتونه بشکنه، میتونه بیفته، میتونه بلند شه و من اینو جلو چشمم دیدم که شما چجوری با موجهایی که بوده رد شدید و هر زمانی که رد شدید با یک ارائه جدیدتر و یه چیز نو که شاید نه تنها برای خودتون هم نو بوده کاملا، بلکه برای جامعه هم نو بوده، این رو دوباره برگردوندید و یک چیزی در شخصیت شما هست که شما رو برمیگردونه. خب در واقع اون قسمت وجودتون رو بقیه بگید. اول حضورتون رو بگم که این امواج که اشاره کردین وقتی سوء تعبیر برای بعضی از دوستان نشه، سوار موج من نشدم، این موجا رو سعی کردم که رد بشم، ولی فرمایش شما رو کاملا تایید میکنم. من در آلمان که بودم خانم پست بسیار خوبی داشتم در کمپانی اسکادا که خب آلمانی ها خیلی دلشون میخواست اون پست رو داشته باشه، اما از اونجایی که شنیدم بعد از مدتی که آدم از انظار دور میشه یه مقداری بیمهری شامل حالش میشه، دوستان حالا یاد اون موقع بودن که ما چه کارا، من دیگر دوستانمون چه کارا کردیم، اما شنیدم که در مورد من گفتم مرده و بعد از طرفی هم این کار هنری من اذیت میکرد با توجه به اینکه وضع بسیار خوبی داشتم از نظر شغلی و زندگی، اما یه چیزی تو زندگیم اذیتم میکرد که گم کرده بودم و دنبالش بودم، تا اینی که تصمیم گرفتم بیام اینجا هم نشون بدم زندم، که اومدم دیدم ترانه های من رو رو سی دی زدن، نوشتن زنده یاد حسن خیاطبشی و همین که خب مردم منو دیدن. حالا اون قسمت هاشم بایستی حتما من در نظر میگرفتم. مهندس بیلی یک کاراکتری بود همه دوست داشتن، الانم هنوز به من میگن چرا این کار نمی کنی، چرا ادامه نمیدی. باید تمام فاکتورها کنار هم قرار بگیره تا آدم بتونه اون حرکت رو انجام بده. ما از گریمورش گرفته لازم داریم تا شرایط اجرای برنامه، کامرامنش، نمیدونم قسمت فنی، همه اینا باید دست به دست هم بدن تا این برنامه بتونه رو آنتن بره. اون برنامه نمایشی نمیتونه سه تا دوربین باشه، دو تاش کلوزآپ بده، یکیش مثلا توشات بده، آدم بیاد برنامه رو اجرا کنه. اون کامرامن میخواد که باش کار کنه، سویچر میخواد، همه اینا باید با هم دیگه جور باشه تا بشه. و بعد وقتی اینا رو آدم نگاه میکنه میرسه به بودجش که بودجش نیست. بنابراین من باید از اون شرایطی که امکانات کم درش وجود داره سعی بکنم با اون امکانات کم یه کاری بکنم که باز مورد تایید مردم باشه و خدای نکرده فکر نکنم بنده تصادفی اومدم یه کاری کردم و گرفت. اینی که تا امروز اگر شما دیدید یک تغییراتی شده، اول همیشه من دوست داشتم کاری که میکنم مورد توجه باشه و مردم دوست داشته باشه، همیشه. اگر اون نباشه یعنی در واقع من راحت خودم میکشم کنار، سماجت نمیکنم، از مردم طلبکار نیستم، چون من به یه عده از کسانی که فکر میکنن مردم باید بهشون تعظیم بکنن در اینکه اسمشون معروف شده، گفتم آقا شما کار کردین پولتون رو گرفتین، منتی سر مردم ندارین، پس بنابراین ما در یک جایگاهی خودمونم جز مردم هستیم، یه جایی هم شغلمونه. حالا یکی میره رودری مغازش رو باز میکنه، نمیدونم چیزاش رو میچینه بیرون، مردم میان میخرن، یکی ویولون میزنه، یکی نمیدونم کار هنری میکنه، یکی تابلو نقاشی میکشه، اون ارزش گذاری رو باید اجازه بدیم جامعه که اون تعیین بکنه ما جایگاهمون کجا هست
جنسمون خوبه یا بده. بنابراین این که شما گفتید من تعیین میکنم جنس شما خیلی خوبه. تشکر از محبتتون. از طرفی هم باز میخوام اون قسمتی از افکار شما که توی این موجهایی که راجبش صحبت کردیم کمک میکنه به شما که دوباره شما رو بلند میکنه و میبره به یک فضای خلاقیت جدیدی. میدونی برای اینکه خیلی ها ممکنه مثلا در بالا و پایینایی که میرن یه سری زمانهایی هست که میتونن خلاقیت داشته باشن، یه زمانهایی هستش که در یک جایی اگر از دست خودشون عصبانی باشن، دست زمانه عصبانی باشن، یه دفعه میبینین قهر میکنن به خلاقیت میره صفر میشه. و در کنار شما من دیدم که مکررن این فضای خلاقیت دوباره به یک مدل دیگه خودش رو به وجود آورده و یک فکری هست، یک باوری هست، یک اساره‌ای هست که از وجود شما برمی‌انگیزه. اون چی هست که یک دفعه شما رو دوباره بلند میکنه؟ به قول شما ممکنه یه چیزی باشه، یک اثری داشته باشین و اون آنچنان در دل اشخاص نشینه، شرایطش جوری نباشه که اون به موفقیت برسه، ولی در اون زمان مثل هر زمان دیگه ای که آدم فکر میکنه ممکنه شکست خوردم میاد و میتکونه و گریهاش میکنه و بالا پایینش رو میره و میگم بعضی ها دیگه میشینن رها نمیکنن، بعضی ها they reinvent themselves، خودشون رو دوباره سازی میکنن و شما کسی هستین که مکررن خودتون رو دوباره سازی کردین. حالا یک و اینو من در کسانی که خیلی مشهور بودن و بعد دیگه نیستن کمتر دیدم. یعنی ببینین کسانی رو دیدم من که در فضای شهرت گرفتن بالا پایینا رو میرن، میشینن، پا میشن و هی این مسیر رو دارن جلو میرن. کمتر کسانی رو دیدم که در اوج شهرتشون بودن و بعد که از اونجا کنار گرفتن تونستن دوباره هی خودشون رو به مدل‌های مختلف رینوینت بکنن. کسانی هستن که تو شهرتشون موندن و خودشون رو رینوینت کردن و به خاطر همین خیلی برای من مهمه که اون قسمتی از وجود شما که توانایی این کار رو داره رو باز بکنیم که کسانی که دوستتون دارن بدونن اینا. حضورتون عرض کنم اولا بگید که از نظر روانی منی که این کراوات با این کت شلوار با این رنگ انتخاب کردم معنا مفهومش چیه؟ این روانم درسته یا نه؟ خوش سلیقه هستی. بله حضورتون ببخشید. این که شما فرمودید توضیح این که چون کار انتقادی کردم من فقط مردم رو ندیدم که بخوام انتقاد بکنم، خودم زودتر از همه صبح اول صبح تو آینه که خودم رو دیدم سعی کردم از خودم انتقاد بکنم. شب که خواستم بخوابم مرور کردم که امروز چه کار کردم. این همیشه با من بوده و سختگیرم بودم نسبت به خودم. خدمت رو عرض کنم که یک مکملم این داره، جاهایی که تست میزنم که هنوز خلاقیت مشغول کار هست خوشحال میشم، تشویق میشم و اون رو ادامه میدم. من امروز وقتی که با یه تعداد جوان مثلا در تلویزیون اندیشه دارم کار میکنم، وقتی که میبینم اینا شور و حال دارن، خوندن درس نمیدونم تکنیکی و همه رو بلدن فلان بهمان، وقتی که من باهاشون صحبت میکنم میبینم که حرف منو میپذیرن و استقبال میکنن، خوشحال میشم، میدونین، تشویق میشم. اون وقت میرم سعی میکنم که اونو خرابش نکنم، اونو تکمیلش بکنم و این سر به سری است که خودم با خودم میذارم. نمیدونم چه تعصبی دارم از این که میترسم یه روزی مردم بگن ای بابا این چرا ول نمیکنه، این کیه، میدونین، اونو دوست ندارم شاهدش باشم. بنابراین نیاز هست که اگر بازنشسته نمیکنم خودمو پس یه جوری باشم که مزاحم نباشم. یعنی حرفی که ازتون میشنوم اینه که یک پشن به خصوصی راجع به خود خلاقیت هست. یعنی یه جایی هستش که برای خود شما اگه نو نباشه حتی در اوج موفقیتش اگر نو نباشه
اونجا وقتی که حس میکنین خودم دیگه ازش چیزی نمیگیرم، رهاش میکنم، دوباره میرم ذوق میکنم برای یک چیز یک مدل جدید بودن و ارائه کردن یک اثری، حالا یک از قسمت خودم هست که این رو دارم ارائه میدم و یا یک ایده جدیدی از خارج هست که میادی دفعه بهش پشنت میشم و میرم اونجا. شما عذر میخوام کلامتون رو قطع میکنم. ببینید مهندس ویلی، با توجه به سابقه که شما توضیح دادید، در شرایطی بود که من هنوز میتونستم ازش در بیارم، بهره برداری بکنم، اما این کار نکردم، نخواستم از ذخیره استفاده بکنم و روزی برسه که مهندس بیری رو دیگه اگر احیانا یه جایی میبینم یا آقا دیگه حوصله‌مو سر، اما خیلی هستن میکنن این کار، خیلی هستن که یه کاراکتر رو هر چقدر بخواد مردم ایراد بگیرن، هر چقدر میگن که چی، اون حرفایی که امروز داره زده میشه اونی نیست که ما از این کاراکتر سراغ داریم، اما میکنن این کارو برای اینکه بهره ببرن، برای اینکه خب زندگیه، اونم ایرادی بهش وارد نیست. اما خوشبختانه من تلاش میکنم، از خیلی مزایا تو زندگیم گذشتم و میگذرم که احساس مردم رو نسبت به خودم خراب نکنم. حالا نمیدونم تا چه حد موفقم، اونو دیگه نمیدونم. من که خودم که خود خیلی دوست دارم، بعضی چیزی رو که میدونم در کلن اجتماع مختلف دوست داشتنی هستین و یکی از زیبایی هایی که همیشه خلق کردین یکی از قسمت های مختلف استفاده کردین، یعنی ترانتون، صداتون با موزیک یا صداتون به حالت تئاتر و کاراکترهای مختلف که توی کتاب‌های گویا اومده، تو برنامه‌های رادیویی هست، توی برنامه‌های تلویزیون. حالا برنامه‌های به یک قسمت دیگری از وجود شما فقط در فضای هنر نیست، یعنی در کارهای اجتماعی و سیاسی هم و در برنامه‌های تلویزیونیتون و رادیوییتون هم هستین و در نتیجه یک شبکه خیلی خیلی بزرگی رو این دانش شما و هنر شما داره در بر میگیره و بعد هم از نقطه اجرایی که میفرمودین هم آلمان و در ایران و در آلمان و در اینجا مدیریت هم انجام میدین و در نتیجه قسمت‌های مختلف رو در بر میگیره کلن زندگی شما. مسئله روز بی خود نیستش که نمیتونستن برای یک ساعت منشون اینجا بیارم چون سرشون خیلی خیلی شلوغه. الان کجا هستید در زندگی؟ از نظر جایگاه هم الان والا باز مثل یه جوان 30 ساله 35 ساله فعالیت میکنم، تولید میکنم، الان دارم میگردم ببینم کتاب جدید چی هست که بتونم اونو به صورت گویا در بیارم، داریم صحبت میکنیم. باز همین اشارهی که کردیم، شما نمیدونم بودید، شما نمایش زمان خان رو بودید که رو صحنه بردیم؟ بله حضورت رو عرض کنم، اون رو تو اون زمینه با خانم خطیبی بله فعالیت میکنیم که اون رو تک، برای اینکه خیلی استقبال شد از اون، با اینکه بنده خیلی نو بود، بله اینو نشسته بودم در ظاهر ولی که مردم توقع نداشتن یه موجودی بشینه واسه این کارا رو بکنه، خیلی استقبال شد و جالب اینجاست که کسانی که این برنامه رو دیده بودن به دوستانشون در شهرهای دیگه گفته بودن و ما دعوتمون کردن از شهرهای دیگه، از ایالت‌های دیگه که بریم اونجا این کار رو انجام بدیم. آخه میدونی آدم انتظارش در وقتی که فضای تئاتر هست، انتظارش اینه که هنرپیشه‌ها و بازیگران دارن موومنت دارن، میزانسن دارن، بله نه تنها با صداشون بلکه با کل بدنشون دارن ارائه میدن اون نقش رو و بعد وقتی که میدیدین دو نفر نشستن و اولش این فکر میاد This is not going to be entertaining، فقط دو نفرن، حالا قراره بشینن فقط بخونن، بعد بچم پو موزیک، خب آخه این نه it's not gonna work و بعد you're pleasantly surprised، یعنی یک دفعه همینطور میبینی نمیتونی چشمتو بگیری و غرق هستی کلن در ارائه هم اشعار هم صحبت ها همین نقش هایی که داره میاد و تمام ربط این رو به همدیگه یک دفعه در کنار هم میاد و بعد یک دفعه تموم میشه و من یادمه که تموم شده بودم گفتم خب همین بود، نه من بازم میخوام نمیشه تموم بشه الان. برحال ممنون از این توضیحتون. وقت داریم هنوز داریم صحبت میکنیم یا وقت؟ یه 5 دقیقه دیگه وقت داریم بفرمایید. برحال در خدمت. بجا که کجا هستید؟ بله داشتم. و کجا قراره بریم؟ داشتم همین در حدود
یک جوان 30 ساله 35 ساله از صبح بلند میشم فعالیت میکنم و به هر حال فعلا در همین زمینه برنامه تلویزیون اندیشه و کتاب گویا و احیانا صحنه‌ای که جزء برنامه آینده هست خب باز ملت محبت دارن و احترام میذارن و علاقمندن که کارهای جدیدی ما باز هم عرضه بکنیم در این شرایط دیگه. دلتون تنگ نشده برای خوندن؟ برای خوندن چرا؟ میخونم خودم با خودم تو ماشین که برای بقیه ماها والا دیگه. حالا اونم بعضی مواقع پیش میاد در جلسات خصوصی با دوستان که هستیم، بالاخره نمیشه آدم تواناییاشو خط قرمز بکشه روش. به هر حال در حدودی که من بخوام زمزمه بکنم میکنم، ولی در آینده در اون قسمت از زندگی قرار نیست خلاقیت هایی بیاد. باور کنید پیشنهادش هست، حالا نمیدونم هنوز آره بگم یا نه. بفهمونی آره. بله دیگه به اندازه کافی من وقتی اومدم در لس آنجلس بعضی از دوستان فکر کرده بودن من جاشون رو تنگ میکنم و خوشحال نبودن از اینکه من اینجا هستم. الان هم سعی میکنم که نشون بدم واقعا من جای کسی رو نمیخوام تنگ کنم. هر کس جایگاه خودش رو داره، هر کس در حد توانایی خودش وقتی کالایی رو عرضه میکنه، هنری رو ارائه میده، خلاقیتی رو ازش بهره میبره و عرضه میکنه، مردم خودشون ارزش گذاری میکنن و حسابا رو قاطی نمیکنن. میگن این خانم دکتر زینیه، این همکارشونه، اون اونه و هر کسی جایگاه خودشو داره و حسابش قاطی نمیشه. بنابراین با وصفی من سعی میکنم که یه وقت سوء تفاهم نشه که جای کسی رو تنگ کردم من در این شرایط. اینه که این واقعا حرفتون درسته، برای اینکه بعضی موقع نگاه میکنیم میبینیم حتی در کاری که من انجام میدم میبینم که ممکن خیلی از ماها به هر صورت تئوریای به خصوصی هست که اون تئوری ها و تحقیقاتی که میشه رو خیلی از ماها داریم میخونیم، به اون دسترسی داریم، ولی هر کدوم ما از جایگاه خودمون، اون یونیک بودن خودمون هست که اون اطلاعات رو چجوری میایم پکیج میکنیم، چجوری به وجود میاریم، شخصیت خودمون در کنار اون هست و اون یه مدل به خصوصی ارائه میده. حالا تازه من دارم توی مسائل هنری صحبت نمی کنم، مسائل علمی دارم صحبت می کنم. وقتی که به هنر می رسیم که واقعا کامبینیشن اون شخصیت طرف، هنر اون شخص، دیدگاهش چجوری مسائل رو در کنار هم میاره و ارائه میده، فقط و فقط مال اون شخص، یعنی کسی دیگه ای نمی تونه نه جای اون رو بگیره و یا همون کار رو حتی تقلید بکنه، امکانش نیست. یعنی هر کسی حتی در جای تقلید قسمتی از وجود خودش رو داره ارائه میده که داره اون فضا به وجود میاد. مثلا داشتین میفرمودین که حتی اگر کتاب رو داشتین نگاه میکردین که داشتین شخصیت یک نفری رو تقلید میکردین به خاطر فضای کتاب، باز میدین که وجود شما، طریقی که این شخصیت ها رو در کنار هم برمیگردونین، فقط و فقط شما این که داری اینو ارائه میده. کسی دیگری اگر بخواد این کار رو بکنه، ارائهش چیز دیگری خواهد بود. دقیقا 100%. به همین دلیل که میگم خود مردم هم برعکس اونی که میگن آقا بکن این کار رو، بره ولش کن، سخت نگیر، مردم که نمیدونن. اتفاقا من میگم مردم میدونن و این بی احترامی رو نباید به مردم کرد. مردم میدونن، حساسن. البته بگذاریم از اونایی که در بعضی مواقع برای اینکه نشون بدن میدونن، یه جورایی مثلا تو برنامه تلویزیون من زیاد شاهدش هستم که زنگ میزنن، اظهار نظر میکنن، طرح میدن. خب اونا میخوان بگن ما میدونیم، از اونا گذشته، ولی واقعا مردم میدونن، تشخیصشون خوبه و سرشون نمیشه کلا گذاشت. واقعا بهتون میگم نمیشه یه چیزی رو رنگ کرد، سیره رو به جای بلبل بهشون غالب کرد. همه اینا رو مردم میدونن و من سپاسگزارشونم خانم که این همه سال منو تحمل کردن و اجازه دادن که اینجور گرد و خاک کنم و ریخت پاش بکنم و هنوز من رو از زمان جوونی که شروع کردم منو پذیرفتن به عنوان فامیل خودشون، که همیشه از طریق تلویزیون وارد منازلشون شدم، وارد جلساتشون شدم و این خودش یه ثروت عظیمیه، یک واقعا جای خوشحالیه که من این رو دارم.
و شاید یکی از دلایلی که دنبال این کار هنوز دارم میرم همینه که میبینم وقتی باور کنید وقتی تلفن میکنه یک کسی به من زنگ میزنه گریه میکنه و دعا میکنه که عمر من زیاد باشه سالم باشم بپام خودمونه این به من لذت میده واقعا میبینم از صمیم دل داره این کار میکنه که محبت شو من ثابت بکنه بعد دیگه این کارهای شما محبت رو در قلب اشخاص سال بعد از سال بعد از سال به وجود آورده ببین این اپریشیشن این فضای قدردانی که شما دارید اشخاص براتون دارن در طی سالها خودش رو نشون میده برای اینکه طی سالها هم خودش رو نشون داده چه شخصیتی داره میدونی این شخصیت‌ها بالاخره ممکنه یه مقدار خودشون رو بالا پایین بکنن ولی میگن دیر و زود داره سوخت و سوز نداره که وقتی که اون اشاره اصلی وجود نداره یک جایی خودش رو نشون میده و در نتیجه وقتی میبینین که این محبت و قدردانی سالیان سال در اتفاق میفته قسمتی از وجود شما هم هست که این قدردانی رو هم به اونها داده و برای اونها به وجود آورده من هم قدردانی میکنم که شما بالاخره اومدین تو برنامه من خوشحالم از این مسئله خوشحالم که دیگه اومدم دیگه اومدی دیگه من هر هفته به تو زنگ نمیزنم حضور شما عرض کنم از این شرایطی هم که به وجود آوردید یه کلمات و جملاتی که من خیلی دلم میخواست با بیننده هامون صحبت بکنیم شما بانی خیر شدید و اینها مطرح شد چون معلوم نبود باز کی آدم بتونه این حرفا رو بزنه برای سپاسگزارم پیشاپیش نوروز رو به یکایک که هموطنان عزیزمون تبریک میگم و نمیدونم چی میگن آبادان سکر که مثل اینکه بعد از خدافزی کردن ما یک کلیپ دیگه از مهندس بیلی میخوان بذارن برای دوستان ممنون از محبتتون از دوست عزیزمونم سپاسگزارم که تصویر ما رو آنتن بردن به هر حال پاینده باشید مرسی از شما بینندگان عزیز هم اینجا هم قسمت‌های مختلف امریکا و هم کانادا چون رادیو صدای ایران همین برنامه‌ها رو بر کانادا می‌ذارن در اینجا به گروه تورانتو و کانادا هم سلامی می‌رسونیم عید شما عزیزان مبارک و تا برنامه دیگری از ندای درون روز و شبتون خوش تا درود دیگر بدرود الو 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 مهندس جان خیلی معذرت میخوام چی شد؟ من آخه همین الان مهندس بیلی اومد تو مثلا نمیخواستم بگم که دارم با تو صحبت میکنم واسه این بود که قطع کردم چرا؟ ببین آخه من میخواستم یه چیزی بهت بگم خواستم ازت دعوت بکنم اگر میتونی یه لطفی به من بکنی آه. یه سری به شبکه صفر برای خونده؟ خب آره دیگه فدات جان ببین دوش من میخواستم یه کار دیگه هم بکنم من نمیخواستم اصلا مهندس بیلی بگم خوش میگی؟ من میخواستم اون قافل گیرش کنم بعدتم خواهش میکنم که رو زمین نندازی اگه بتونی این کار برام بکنی ازت ممنون میشم اختیار داری دلی جان خواهش میکنم میای بس حالا ببینم چطور میشه نه ببین اگر که میتونی بیای بازی من قول 100% بدی میدونی این دفعه دیگه نمیخوام روسیا بشم خیلی خب پس من همین الان سوار ماشین بشم بیام اونجا خوبه آره الان اگه بیای خیلی ازت ممنون میشم خوشحال میشم روز شو باشه باشه حالا بشه که دم میگیرم خدا خدا من آمده ام بای بای من آمده ام بهش فریا کند من آمده ام که نامون یا کند من آمده ام من آمده ام بهش فریا کند من آمده ام که نامون یا کند من آمده ام
از این ولایت من تو دست منو بگیر و من دامن تو جایی برسی که هر تو بیما شدی تو از غم بی کسی و من از غم تو